بخش بعدی که میخوایم توضیح بدیم نکات مهم و مرور یک سری تجربیات هستش. ببینید یک تله خیلی بزرگ وجود داره و یه اشتباه بزرگی که خیلی ها انجام میدن این هستش که در طراحی MVP کلی امکان اضافه میکنن، یعنی محصولشون همه کارهایی که قرار انجام بدن باید به MVP بزنن. نه، نباید امکانات زیاد شما داشته باشید، چون منابعی نداری، وقتی نداری، هزینه زیادی باید بکنید، باید اولویت بندی داشته باشید. این تله‌ای که میخواید تمام امکانات محصولتون رو از روز اول ارائه بدید و کلا بذاریدش کنار. همه دوست داریم یه توتال سولوشن ارائه بدیم و این قبلا هم توضیح دادیم، این به واسطه اینی که ما معمولا پرفکشنیسم هستیم، ما ایرانی ها ایدئالگرا هستیم، هم همه جای دنیا این شاید باشه ولی تو ایران واقعا بیشتر، تو خارج از ایران مردم به کاربرد خیلی نگاه میکنن. درسته تجربه و مسائل دیگه هم، تجربه کاربری، دیزاین و مسائل دیگه هم مهم هستش، ولی واقعا میپذیرن که این محصول اگر کارشون را بنازه داشت استفاده بکنن. ولی خب کلا در ایران سطح توقع بالاست، شما باید یک تعادلی رو بین این مسئله برقرار بکنید، اینکه شما همه امکانات رو بخواید ادامه بده پیاده بکنید امکان پذیر نیست. از این طرف هم باید اینم در نظر داشته باشید سلیقه ایرانی ها به واسطه ایدئالگرایی که دارن اینا را سخت سخت پسندن و شما هم از این طرف منابع محدود دارید، پس باید یه ذره زبلی به خرج بدید و فیچرهایی رو انتخاب کنید، امکاناتی رو انتخاب کنید که هم نیازهای حداقلی کاربرایی هم کاربرها در این سطح مطلوب جواب بده، هم اینکه منابعتون رو ادکی مصرف نکنه، اون چیزای اصلی رو پیاده کنه. اینجا هم توضیح دادم دوباره در MVP قرار نیست همه امکانات و ایده های شما پیاده سازی بشه. هر پیاده سازی دوستان نیاز به هزینه داره. این هزینه ها اگر جواب نده شما دچار ضرر میشید. حالا ضرر مالی قسمت میشه، ضرر به اصطلاح زمانی قسمت دیگه هست. که ما تاکید داریم از متدهای ناب استفاده بکنید. حالا دوره لینک کنواس من هم در وبسایت فرامش هست، پیشنهاد میدم حتما اون رو برید ببینید، به خاطر این هستش که اینها رو اولویت بندی کردن رو یاد بگیرید، بدونید که سه تا مشکل اصلی چیه، سه تا مهمترین نکته‌ای که شما باید در محصولتون پیاده کنید چی هستش. مسئله دیگه که از این نکته هم یادتون باشه، شما وقتی که محصول اولیه MVP تون رو اگر قرار بشه بپوشید یا در ازاش پولی دریافت کنید، چون قیمتش احتمالا کم باید باشه، انتظارات افراد هم طبیعتا پایین تره، یعنی بخوا من پولی ندادم آنچنانی که بخوام امکانات خاصی رو ازشون طلب بکنم. این هم در نظر داشته باشه، اشکالی نداره، شما هزینه کمی رو دریافت میکنید و از یک طرف اونها هم انتظاراتشون کمتر خواهد. یه عده تصورشون اینه که MVP اینه که یه محصولی رو چند هفته به بازار سریع عرضه کنه. شاید حالا چند هفته تعریفش با تو MVP بشه، ما چند هفته بشه، ولی اینکه سریع شما محصول توتال سولوشن رو بخواید ارائه بکنید چنین معنایی نداره. MVP میگه آقا اون مهمترین ارزشت رو در طی یه زمان معقول با یک تجربه معقول ارائه و قرار نیست اون محصول نهایی تو باشه، قرار محصول نهایی هولوشمون شکل یه عده فکر میکنم MVP به معنی یک لندینگ پیج، یعنی که میگم ما MVP زدیم برای استارتاپ، این چیکار کردیم؟ یه پیج کامینسونی راه انداختند و که ما قراره چه محصولی ارائه بدیم. آره، این هم یکی از استراتژی های MVP هست، ولی این که خیلی از استراتژی های ضعیف هست، بسته به نوع استارتاپ متفاوت هست. بعد از استارتاپ اصلا لندینگ پیج، ولی من دیدم خیلی از استارتاپ ها هنوز فقط مثلا یه چیزی رو گذاشتن و دارن یک مثلا از روش جمع‌آوری مخاطب دارن استفاده می‌کنن که اصلا شاید دلیلی نداشته باشه که بس موضوع استارتاپ بیان از این روش استفاده کنه. استراتژی ها رو توضیح خواهم یه صفحه خوشامدگویی، یه ماکت یا یک مدل مفهومی نیستش. MVP یه محصوله که باید مشتری ازش استفاده کنه و محصول مشتری وقتی میاد وسط، حالا چه پول بده چه پول نده، ارزش میخواد. ماکت قرار نیست شما بهشون تحویل بدید.
اینجا هم نمی تاکید کردیم محصول اولی باید یه محصول باشه و تجربه خوشایندی رو برای کاربر ایجاد بکنه حتما. یه جمله خیلی خوبی هم من دیدم جالب بود، اینو شما باید همیشه تعادلی رو برقرار کنید، انقدر کمینه نکنید، این از سرطن محصوله نزنید که واقعا یه پذیرفتنی نباشه. جمله بسیار بسیار جالبی بودش، از یک از وبلاگ‌های خوب فارسی من اینو گرفتم و واقعا نباید انقدر اینو کمینه بکنید که انقدر امکانات رو کم بکنید که اصلا کسی نخواد اون محصول. نکته بعدی و مهم دیگه این که ناب عمل کنید، اینه که حتما به مهمترین نکات با توجه به منابعتون توجه کنید و ارزش ایجاد بکنید. این مسئله خیلی خیلی مسئله مهمی هستش و من باز هم پیشنهاد میدم که اون دوره رو حتما در فرانش ببینید، خیلی نکات ارزشمندی اونجا گفته شد که تو اون نکته گفته میشه که یاد داده میشه که چجوری چربی های محصولی رو ما بگیریم و نه اصل مطلب، اصل مطلب بذارید باشه گوشته باشه، چربی های دورش رو با حداقل تلاش و با هوشمندی تمام اونا رو بگیرید تا ارزشتون رو قشنگ شفاف به دست مشتری برسونید. ببینید ما توی مراحل قبل تو همین چند اسلاید قبل من گفتم ما اعتبار سنجی راهکار داریم، سولوشن و اعتبار سنجی MVP یا هسته اصلی محصول که قرار داشت محصول نهایی شکل بگیره. ببینید راهکار یه چیز مفهومی میتونه باشه، یعنی شما میتونید برید با یه نفر بشین در اخر راهکار با صحبت کنید، بگید آقا مثلا من میخوام رستوران ها رو وصل کنم به شرکت ها، میخوام یه وبسایتی درست کنم برای رستوران ها، یه وبسایتی درست کنم برای شرکت ها. یک نفر تو شرکت میتونه از طریق وبسایت یا اپلیکیشن موبایل به سفارشش ثبت کنه، هر نفرم تو یک مدیر رستوران هم میتونه سفارشات رو به واسطه وب اپلیکیشنی که ما داریم دریافت کنه. این یک چیز مفهومی، یعنی شما میتونید رو کاغذ با یه پروتوتایپ با یه مکاپ با یه اسکچ نشون بدید. یعنی که مثلا شما میتونید بگید که نه آقا مثلا من راهکارم یک نفر میذارم مثلا واسط مثلا این کار رو انجام تلفنی این کار رو انجام. اینا رو میشه در قالب مفهومی صحبت کرد، این چه سولوشن شما می توانید مصاحبه هایی انجام بدید در قالب این سولوشن و بعد گپ و گفت بزنید داشته باشید، به اصطلاح اسکچ هاتون رو بهشون نشون ببینید نظر اونها چی هستش. ولی منظور از به اصطلاح اعتبار سنجی یا بهش MVP شما این محصول نهایی، منظورم از محصول نهایی این چیزی که در قالب یک جنس یا خدمت به کاربر ارائه میشه کار. شما مکاپ و اسکچ نمیبرید بذارید جلو، اونو در مصاحبه استفاده میده. پس سلوشن میتواند انتزاعی یا مفهومی باشه در قالب کاغذ، در قالب یه فایل پاورپوینت، در قالب یه PDF اینتراکتیو ارائه بشه، ولی بحث MVP نه، MVP باید بذاره واقعی تر باشه. از این رو هم در جای باشه، مثلا پروتوتایپ، اسکچ، مکاپ و همینا توی سلوشن مطرح میشه معمولا. باز هم اینجا رو داشته باشید، میخوام تأکید کنم که اون کیک رو شما قراره بپوشید واقعیه، از روز اول یه چیز واقعی یه ارزش رو ایجاد میکنه. اینجا اسکیت بورد شما میپوشید توی این عکس و همینجور که میگید جلوی محصول رو بهینه میکنه. میخواستم دوباره یه تلنگری داشته باشیم نسبت به این داستان. حالا مسئله ای که هست اینه که ما چه امکاناتی رو در نسخه MVP بذاریم بر اساس تحقیقاتتون با به اینکه ارزش شما چی هستش و با استفاده از بوم نا شما میتونید اولویت بندی کنید. دوستان اون امکاناتی که باید داشته باشه رو باید بذارید، نه اون امکاناتی که حالا خوبه داشته باشه. خوبه که ما یه چت هم داشته باشیم، خوبه که ما به اشتراک گذاری هم داشته باشیم، خوبه که به تلگرام هم وصل شه، خوبه که این کار هم بکنه. نه، اینا رو بعداً هم میتونید اضافه بکنید. الان اون چیز اصلی که شما ارائه میخواید بدید چی هستش؟ خب این امکانات رو شما باید بسته به اون مشتریان و دست مشتریانی که احتمالاً از روز اول علاقه مند و موتیویتن انگیزه دارن که از محصول شما استفاده کنن انتخاب کنن. اونا چی میخوان؟ اونا چی نیازهایی دارن؟ که باز همین برمیگرده به اصطلاح اینکه ارزش شما چی هستش و چه ارزش رو میخواید. پس اون پذیرندگان آغازین، اونایی که
علاقمندن، تشنن، اعلام نیاز کردن، شما باشون مصاحبه کردین و مد نظر قرار بدین، مهمترین نیازهای اونها رو برآورده. یک مسئله بسیار بسیار عجیبی هم هستش که استارتاپ های ایرانی مخصوصا درگیرش، اصلا خود من هم درگیر این موضوع بودم و هستم. بعضی موقع ها شما در طراحی MVP‌تون دچار مسئله بلوغ زودرس میشید. یعنی که اگر از روز اول فکر میکنید اگه 10,000 تا کاربر بیان چی میشه، کانکارنت یوزر و تعداد یوزر همزمان اگه بالا بره چی میشه، ما چه اتفاقاتی برام میفته. اصلا این مسائل در روزهای اول نیازی نیست نگرانش باشید، اصلا نگران این نباشید. استپ بای استپ شما کار رو توسعه میدید. گفتیم توی وبینارهای قبلی گفتیم در روزهای اولی خیلی قرار نیست شما سر صدا کنید، تبلیغات کردن شاید اشتباه باشه، تعداد کاربر زیاد رو مطلع کردن برای استفاده از استارتاپتون در روزهای اول که شما باید یه سری چیز اعتبار سنجی هایی رو انجام بدید کار درستی نیست. پس خواهش می‌کنم روز اول به این فکر نکنید، همین الان نه بذار اول لانچ کن برای 200 نفر، برای 1000 نفر لانچ کن ببین اصلا کسی استقبال میکنه، بعدا به یه زیر ساخت و فریم ورک پیچیده رو استفاده بکنید. این رو بهش توجه داشته باشید. گفتیم MVP آزمایش. بعضی ها معتقدن میگن آقا محصولی هم نداشتیم. جنبه آزمایش مهمتر، ولیدیشن مهمتر. بعد اینجا یه سوالی پیش میاد، میشه مطرح میشه که آقا مگه میشه بدون محصول هم ارزشی رو ارائه بدیم به مشتریان؟ وقتی محصول ندیم مثلا رو کاغذ برم ارائه بدم، مثلا اپل موبایلم رو کاغذ بکشم ببرم بهشون بدم، چجوری میشه؟ این رو توضیح میدیم که واقعا هست، روش هایی هستش که میشه این کار رو با شبیه سازی که اول وبینار توضیح شد خدمتتون میدم که توضیح ندم، جلوتر این رو توضیح خواهم. مسئله بعدی این هستش که یه واقعیت تلخ وجود داره که حتی واقعیت دیگه باید بپذیریم. بین حرف و عمل مشتریان تفاوت خیلی زیادی وجود داره، اینو من باز هم تاکید میکنم. شما ممکنه یک سلوشنی رو آماده بکنید، یه پرابلمی رو تشخیص بدید، مصاحبه بدید، همه بگن خوبه، ولی سولوشنی رو آماده کنید، همه بگن سولوشن خیلی عالیه، ولی محصول رو لانچش میکنید و میبینید که هیچ کس اون محصول رو نخرید. من یادمه که یک توی استارتاپ که کیسش رو قبلا گفتم، توزیع کتاب کتابخونی اپلیکیشن موبایل بود، با 300 نفر مصاحبه کردیم، همه گفتن فوق العاده است، اگه ریلیز بشه ما می‌خریم. روزی که لانچ شد از 300 نفر 3 نفر فکر می‌کنم خرید کردن محصول رو. ببینید همه میگن عالیه، به 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 به، همه این تاکید رو دارن، ولی به محضی که میگید آقا خب حاضری بابتش هزینه بکنید، اونجاست که واقعا میتونید شما ببینید که این مسئله واقعا براشون ارزش داره. یعنی ما تو بحث مصاحبه ها کامل این مسائل رو مطرح کردیم که چی کار بکنیم که اون چیزی که در ذهن افراده و اون چیزی که در قلب و احساساتشون هست و اون چیزی که در عمل انجام میدن رو شما درک بکنید. واقعیت اینه که افراد تو ذهنشون یک تصوراتی دارن، احساساتشون یه چیز دیگه است و اون چیزی که در عمل انجام میدن شاید متفاوت باشه و شما دچار این تله نشید که به مشکل با خودت مخالفت نکرده حساب کنید روی این به 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 گفتن ها و در نهایت میگید کسی استفاده نکرده.